بله دوستان عزیز و هنرجویان گرامی، بیشتر از این شما را منتظر نمیگذاریم. بعد از وقفه دو هفته‌ای در خدمت استاد سادات عزیز هستیم و ببینیم که امروز چه تمریناتی را برای ما در نظر گرفتن. استاد سادات عزیز سلام بر شما، بسیار خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. انشالله که جور و سرحال باشین شما و تمام بینندگان عزیز، انشالله در خدمت قرار داریم. بله تشکر. قسمی که هموطنان عزیز ما و جوانان هنرجو میبینن، ما تمرینات خود و نوشتار خود از حرف الف آغاز کردیم و اگر اشتباه نکنم به حرف قاف رسانده بودیم. امروز انشالله در خدمت شما هستیم تا اینکه با بقیه حروف کار داشته باشیم. بله انشالله. خب توی دهی کاغذ خود جای نمانده، میخواییم که کاغذ جدید شروع کنیم و همون طوره که در هر رشته مبانی و اساس وجود داره و اساس هنر خطاطی همین خط است. بله. که با او خط زمینه میگن است. از لحاظ که روی از اون نوشته قرار میگیره همین به نام خط زمینه یاد میکنن. که ما تا حرف قاف کار کردیم و انشاءالله بعد از او دو حرف کاف کوتاه و کاف کشیده هم کار میکنیم اگر انشاءالله اجازه باشه. تا کجا را انشاءالله امروز میرسیم؟ انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اول از حرف کاف کوتان می نویسیم. و استاد سادات عزیز خواهش ما می است که اگر مقدار سرتان رو به عقب بگیرین، بله که بینندگان ما بتونن واضح و دقیق صفحه را ببینن. کاف کوتا یکی از خصوصیاتش است که امو علیفش نسبت به کاف کشیده کوتاه‌تر است. بله. خب با اجازه که من قلم تبدیل کنم که بفرم این قلم زیاد اشتباهانی را گرفتیم. خب دوستان، برای اینکه ما مهارت کافی را پیدا کنیم در خوشنویسی و خطاطی، لازم هست که حتما تمرین در خانه داشته باشیم. در اوقاتی که کار به خصوص نیستی تمرین داشته باشیم تا اینکه بیشتر با نوع نگارش این حروف آشنا شویم. بسم الله. تا اینجا کار میشه، علیفش یک مقدار بلندتر است. ببخشید که یک مقدار کاف کوتا علیفش بلندتر از پنج نقطه است. و خود ب از ترکیب یا مرکب از دو حرف است که الف و ب کاف. یعنی استاد سادات عزیز اگر هموطنان ما خوب دقت کرده باشن، بله، ترکیبی از حرف الف و ب برای ما حرف کاف میتونه با وجود بیاره. بله با وجود میاره و باید اینجا رو یک مقدار و خود سرکشیده کاف هم چهار نقطه است. بعدش میایم روی حرف کاف کشیده. کاف کشیده الفش نسبت به الف کاف کوتاه یک مقدار کمتر است. همو خود سه نقطه است که یک الف به حساب سه نقطه می باشه. الف نستریق همون سه نقطه اندازهش می باشه. بعدش بیش هفت نقطه، نو نقطه یا یازده نقطه. این تنها تفاوتی که ایجاد شده است که الف در کاف کوتاه پنج نقطه داره و بله. در کاف کشیده باید سه نقطه رعایت شود. سه نقطه شود. باشه بله. ولی بی که میکشیم باید طویلتر باشه. طویلتر باشه از هفت نو تا یازده نقطه رو ما اجازه داریم که ایره نقطه گذاری کنیم و اینجا هم
یه خط مستقیم میکشیم و اینجا هم تقریبا به این اندازه نیم نقطه بالاتر از این قسمت قرار میگیره و به این شکل هم اگر کار کنیم همو عمق یا گود بودنش یک نقطه است دیگه و این قسمت هم از روی خط زمینه یک نقطه بلندتر قرار میگیره و خاطر از این که امو تا این قسمت آخره که طویل است تا اینجا قرار میگیره روی خط زمینه میچسبه و اینجا نه بلندتر دیگه سرکافی اینم امو چهار نقطه است و مورد استفادهش خب خیلی فرق نمیکنه استاد درست است؟ مورد استفادهش فقط در نوشتن اشعار و در نوشتن بعض نکته ها را مطالب که می نویسیم یک جمله را می نویسیم بعض جا نیاز است که جا زیاد میگذاره یا به خاطر مو کمپوزیشن نمودن یا چیدمان حروف ما نیاز است که باز بعض جا مثلا به خاطر زیبا بودن خط ما ناگزیر هستیم که مثلا کاف کشیده را کار کنیم بعض جایا که جا کم است اما کاف کوتاه را کار میکنیم بسیار خوب تشکر از شما بله انشالله که حرف کاف با او قاعده و قانونی که داشت مورد توجه شما از آن واقع شده باشه خیلی سهل و آسان هست مشروط به اینکه بتونیم تمرین کافی داشته باشیم فکر میکنم چند دقیقه دیگری فرصت هست و از فرصت استفاده کنیم اگه موافق باشه حرف دیگر را هم انشالله کار کنیم بفهمید. بله کاف بعد از او حرف لام است بله لام می نویسیم بخشش باشه که من خورده بفرمایید حاکمیت ندارم سر از این که سرم یکم پیشتر می مرا ببخشین به بزرگواریتان خب حرف لام هم چنان علیفش پنج نقطه است که از اینجا نقطه گذاری رو ما شروع میکنیم تا این قسمت که دایره لام آغاز میشه بله تا اینجا پنج نقطه است خب دایره ها عموما بجز از دایره ای ها کاملا در مجموع دارای سه نقطه می باشه بله. سه نقطه به صورت افقی و دو نقطه به صورت عمودی که میشه کلا پنج نقطه مثل قانونی که برای حرف نون بله نون و صاد و دایره سین دیگه خدمت نرشه دایره صاد دایره سین و جیم عین اینا اما یک اندازه و یک تیپ می باشه که همون پنج نقطه و ساختمان تخم مرغ می داشته باشه بله بسیار زیبا شکیل تشکر از زحمت شما استاد سعادت عزیز شما. تشکر واقعا شما. لطف کردین ما که از تماشای نگارش و نوشتار شما حتی لذت میبریم چه رسد که واقعا روزی برسه که تو یک تمرین زیبا ما هم داشته باشیم انشالله و تسلط باشه و هر حال هنر بسیار زیبایی هست هنر خطاطی و خوشنویسی که واقعا میتونه احساس خاصی به انسان بده هر فردی که سر و کارش با هنر باشه میتونه با آرامش خاصی برسه به ویژه ای که ما بتونیم بسیاری از ادبیات متون ادبی و اشعار زیبا را با خط نستعلیق و سایر خطوطی که وجود داره بتونیم به نگارش بگیریم که انشالله واقعا آنچه باقی میمانه هنر هست برای او انسان هنرمندی که زیست کرده در بین مردم استاد سعادت عزیز در پایان اگر شما هم گفتنی دارین در خدمت شما هستیم و بعد از او از حضور شما خدا قربان شما تشکر من کدام گفتنی دیگه ندارم فقط تنها امیره میگم که ما تقریبا دو نیم هفته از درس ها پس ماندیم دیگه عزیزا و دوستایی که ما را تعقیب میکنه انشاءالله در خدمت هستیم و اینا همون تمرینات خود ادامه بتن انشاءالله که پیشرفت میکنن تشکر از شما همیشه موفق باشین خیلی خوش آمدید به برنامه ما از همراهی شما بزرگواران هم تشکر میکنم خدا کنه که درس امروز و تمرین امروز
مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه، وقفه ای را به اتفاق یک دیگر شاهد باشیم و انشالله تا لحظاتی دیگر در رابطه با اصل موضوع برنامه برای شما عزیزان گپ میزنیم.